سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز یکشنبه برابر است با 11 جدی سال 1401. در آغاز سرخط خبرها، انفجار در برابر میدان هوایی نظامی در پایتخت. شبکه الجزیره از زبان یک منبع امنیتی نوشته است در این رویداد 10 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشته. تلفات ملکی داشت که در تو بالا مردم تخمی شده بود. چیزی کم ساعت 8 بود که میگم موترم استارت کردم تا شدم که یک دفعه سوا انفجار شدیدم. تلاش ها برای بهبود روابط کابل با جهان. کاردار سفارت امارت اسلامی در پاکستان میگوید که با 27 نمایندگی سیاسی کشورها در اسلام آباد روابط رسمی برقرار کرده. این روش بیتد اویا و پریم مستقیم من موش باید سر چنستی دو دیر آگه دیده موش باید آگه دیده آگه سرم مسایل مطرح کرده افغانستان پا بیار آگه وانه که یعنی دوی دهی وادون و پیغامون تم پل پیغام رسوله دیسی اوی راسی و علی که سانتر جولی سی. تغییر مسیر کانال خشک پ در دو ولسوالی. شرکت توسعه ملی میگوید برای جلوگیری از ویران شدن بخش ها و آبده های تاریخی این کار را انجام داده است. تا حتی که در مسیر حفر کانال و ساحات باستانی ما برخورد کردیم، طبعا که حفظ آبده تاریخی جزء فرهنگ و هویت ماست و ما نهایت کوشش خود میکنیم که هیچ آسیبی به ساحات باستانی ما نرسد. تمدید قرارداد برق وارداتی ازبکستان به افغانستان، اما پایتخت نشینان از پرچوی دوامدار برق شکایت دارند. و برگزاری جشن سال نو میلادی در سراسر جهان. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبقه سپهر. در انفجار امروز در شهر کابل شماری از باشندگان پایتخت کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند. وزارت امور داخله میگوید که این انفجار در بیرون پاسگاه میدان هوایی نظامی کابل رخ داده است، اما درباره تلفات برخواسته از این رویداد جزئیات نمیدهد. از سوی هم شبکه الجزیره از زبان یک منبع امنیتی نوشته است که در رویداد 10 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. شهر کابل بامداد روز یکشنبه گواه یک انفجار بود. این حمله در برابر پاسگاه بیرونی میدان هوایی نظامی کابل رخ داد. وزارت امور داخله میگوید که در این رویداد شماری از باشندگان کابل کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند، اما درباره شمار دقیق تلفات این رویداد چیزی نمیگوید. شماری از گواهان این رویداد میگویند که امبولانس ها زخمیان و کشته شدگان این حمله را به شفاخانه ها انتقال دادند. همین فجار یک شده بود، یکی از نزدیکای ما کمی پارچه خورده بود. فعلا امارات او را برده در شفاخانه 400 بستر در تداوی هستند، صحتشون خوب است. تلفات ملکی داشت یک ذره تا بالا مردم زخمی شده بود. یک تعداد بازارجل بیادر است که مسئولین آمد اجرات خود کردن. شماره از منابع امنیتی به شبکه خبری الجزیره گفتند که در این رویداد 10 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. چند لحظه پیش صدای انفجار دیده شد در میدان، دیگه وحشتناک بود، مردم می رفتن، گریز گریز بود، دیگه زخمی ها چند تا دیده شد، دیگه امبولانس ها زخمی ها می برد. چیزی کم ساعت 8 بود که میگم موترم استارت کردم تا شدم که یک دفعه صدای انفجار شنیدم. دیگه مردم پراگنده شد. این حمله در نخستین روز سال 2023 میلادی رخ داده است. پیش از این گروهی از مهاجمان بر محل بود و باش شهروندان چین حمله کردند که در نتیجه 3 تن کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. کاردار سفارت افغانستان در پاکستان میگوید که با 27 نمایندگی سیاسی کشورها در اسلام آباد روابط رسمی برقرار کرده است. این دیپلمات امارت اسلامی میگوید که از آغاز کارش تا اکنون برای بهبود روابط با نمایندگان کشورهای جهان 60 تا 70 ملاقات داشته است. از سوی هم کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از مافیایی شدن ویزه پاکستان به شهروندان کشور انتقاد میکند. فرشاد داریوش جزئیات میدهد. کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید که از آغاز فعالیت سفارت افغانستان در اسلام آباد تا اکنون با دیپلماتان 27 کشور جهان روابط رسمی برقرار کرده است.
پنزوش پیتاد اویا و پر مستقیما موږ دغه سرچینستی دی دی راغلی دی موږ ورغلی دی لاغه سره مسایل مطرح کړی دی د افغانستان په بیا رغونه کې یا دوی د هیوادونو پیغامونه تم خپل پیغام رسولای دی سیاوی راسی او اړیکې انسان سره جوړې شي. در همین حال شماری از آگاهان و دیپلماتان پیشین نقش سفارتها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در پاکستان را در بهبود روابط حکومت سرپرست با جامعه جهانی اثرگذار می دانند. پاکستان می تواند برای افغانستان لابی هم داشته باشد در سطح جان که افغانستان را به رسمیت بشناسه یا جان با افغانستان مساعدت کنه و یا رابط داشته باشد یا در برعکس آن هم رول اثرگذار داره. کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز از موجودیت گروه های مافیایی در صدور ویزه پاکستان به شهروندان کشور انتقاد می کند و از پاکستان می خواهد که در این زمینه توجه کند. ویزه به دست شکل دست یک ورکوالکی جنا یا دیر شرایط سختی یا دیر بخی دوی ترلاس کواله نیست مجبور دیست کمیشن کاران و ترلاس کمیشن کاران زر و تر پینزلس و تر دوزر دالار و پریپیسی چی نخلی آلتا یو مافیا حکیم دار. سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در پاکستان در روز 8 ماه عقرب سال 1400 هجری خورشیدی گماشته شد و اسلام آباد اعلام کرد که پذیرفتن نماینده حکومت سرپرست افغانستان به مفهوم به رسمیت شناختن افغانستان نیست. مسئول زندان مرکزی شهر کراچی پاکستان میگوید که در همین هفته روند آزادسازی زندانیان افغانستان آغاز خواهد شد و در مرحله نخست 58 زندانی بانو از این زندان آزاد خواهند شد. همزمان با این شماری از بانوان زندانی میگویند که پس از رهایی به افغانستان برخواهند گشت. از سوی هم کاردار سفارت افغانستان در پاکستان میگوید که نزدیک به 2000 شهروند افغانستان در زندانهای پاکستان بسر میبرند. فاطمه ادیب گزارش میدهد. اینجا یکی از زندانهای در شهر کراچی پاکستان است. اکنون شمار از زنان و کودکان افغانستان زندانی هستند. شمار از بانوان زندانی میگویند که پس از آزادی به افغانستان برخواهند گشت. موش ولی نپریشده، موش پریشده، موش چگو نکلیده، خودقا دوم را سازم واده، دو میستی، دو نیم میستی، او وطلیس بریسوی ده خلق نستی دلتا، موش اتی نور پریشده. من که پا افغانستان نراغلی پاکستان لا، خوان میز پینگری ده، مزدوری ده خوارین ده دو زمان میدی بطایی که کار کهی، من که میزان پسر او خطورو چه، منگ سر منگ بکار کهو، دارو درمان بدی او کهو. مسئول زندان مرکزی کراچی پاکستان میگوید که 129 بانوی افغانستان در زندان کراچی پاکستان زندانی هستند که با این بانوان نزدیک به 180 کودک نیز در این زندان هستند. مسئول این زندان اطمینان میدهد که در هفته نخست ماه جنوری روند آزادسازی زندانیان آغاز خواهد شد. از میان این 129 تن 54 تن به دو ماه ابس در زندان محکوم شده اند. 75 تن دیگر آنان تحت محکمه قرار دارند. آنان در محکمه ها به طور منظم آزار می شوند. در هفته اول ماه جنوری پروسه اخراج نزدیک به 58 تن از آنان آغاز می شود. همزمان با این کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد در گفتگوی ویژه با تلونیوز میگوید که در حال حاضر نزدیک به 2000 شهروند افغانستان در زندان‌های پاکستان به سر میبرند که وضعیت آنان در این زندان‌ها نگران کننده است. زینو سر اسناد نیوی یا زینی پا کراچی که اوسیدون که ها خلق سی مخکنی مهاجر دی نیول سوی دی. پس از سقوط نظام جمهوری شمار زیاد شهروندان کشور به پاکستان رفتند و اکنون در این کشور به سر میبرند. اسلام آباد به تازگی روند بازداشت افغانهای بدون مدرک را افزایش داده است. یک استاد دانشگاه که در واکنش به جلوگیری از آموزش دختران در کشور سندهای تحصیلیش را در برنامه زنده ساعت خبری تولونیوز پاره کرد با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی از این حرکت استاد دانشگاه ستایش میکنند و این اعتراض را اثرگذار میدانند. همزمان با این شماری از دانشجویان و دانش آموزان بسته ماندن مکتب ها و دانشگاه ها را بر روی دانش آموزان و دانشجویان و دختر ناامید کننده میدانند. هدیه زیایی گزارش میدهد.
ما سر از اینم امروز اینمی اسنادارا دیگه هیچ به درد من نمیخوره. اسماعیل مشعل از استادان دانشگاه در این برنامه‌ای که به گونه زنده از طلوع نیوز پخش شد در واکنش به بسته ماندن مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی برای دختران سندهای تحصیلیش را پاره کرد. این کار وی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مهم خبری در جهان خبرساز شده است. این استاد دانشگاه میگوید سندهایش که نتیجه 18 سال آموزشش بودند را به علت محروم ماندن زنان و دختران از آموزش پاره کرد. بحث تعلیم و تربیت افغانستان را از سیاست، از جنگ، از اقتصاد دور نگاه کنین. ما زیاد بدبختی و زلالت تحمل کردیم، زیاد جنگ دیدیم، اما حال میخواییم آموزش ببینیم بیر الله بر ما داده است. از سوی هم، این سه خواهر مانند هزاران دختر دیگر از آموزش محروم ماندن. تمنا که به دانشکده پزشکی را یافته است میگوید که پس از تعلیق دانشگاه ها ناامید شده است. در خانه درس میخوندیم و بعدش کورس رفتیم و در کورس درس خوندیم. خیلی زحمت کشیدیم. بعضی شبها حتی خواب نمیکردیم تا دیر وقت ما درس میخوندیم تا که در یک رشته خوب کامیاب شویم. آینده ما روشن باشه، اما ناراحت شدیم از حکومت سرپرست. پسرها که به مکتب میره و دخترها که نمیره بسیار جگرخون کننده است به هر کس. ما میخواییم از حکومت که به زودتر مکتب ها رو باز کنند. پس از به تعلیق در آمدن دانشگاه ها بروی دختران دانشجو، شماری از استادان دانشگاه ها در واکنش به این تصمیم امارت اسلامی از ادامه کار کنارگیری کردند. تا اکنون امارت اسلامی زمان مشخص را برای از میان برداشتن این مشکل اعلام نکرده است. وزیر داخلی پاکستان میگوید که اگر کشورش از هر بخشی آماج حمله قرار گیرد، اسلام آباد بر بنیاد قوانین بین المللی حق حمله به آنجا را دارد. این مقام پاکستانی میافزاید که اگر کابل در برچیدن پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کاری نکند، اسلام آباد ممکن است بر پناهگاه های آنان حمله کند. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این سخنان وزیر داخلی پاکستان میگوید که به کسی اجازه حمله به خاک افغانستان را نخواهند داد. وزیر امور داخلی پاکستان به تازگی از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است تا پناهگاه های امن تحریک طالبان پاکستان را در خاک افغانستان از میان بردارد. این مقام پاکستانی در پاسخ به این پرسش که آیا اسلام آباد می تواند پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان را در خاک افغانستان هدف قرار دهد، چنین می گوید. وقتی این مسائل پیش آمد، اول به افغانستان که کشور برادر مسلمان ماست می گوییم این مخفیگاه ها را از بین ببرند و این مردم را به ما بسپارند. اگر چنین نشد، آنچی را که شما پیشتر به آن اشاره کردید ممکن است. ذبیح الله مجاهد میگوید که افغانستان خواهان روابط خوب با پاکستان است و مقام های این کشور باید مراقب سخنانشان باشند. هیچ هیوادم دی بل هیواد به حریم بند تجاوز حق نلری، نو دیس قانون په دنیا کې ستاسي دغه تجاوز ته اجازه ورکی. که څوک البته اندېښنه لري، تشویش لري، اسلامي امارت خپل معلومات شریکولی سي او خپل اندېښنې شریکولی سي. اسلامي امارت کافی ځواکونه لري او اقدامات کولی سي. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که هیچ کشور حق حمله بر خاک کشورهای دیگر را ندارد. صحبت‌های زونا در مغایرت با منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در صورتی که یک کشور اقدام نظامی میکنه بالای کشور دیگر، این تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل شمارده میشه. زمان خیالی چی که په یو بل ملکی عملیات کیږي، نو په ځای دی چې نتیجې او پای لاسته راوړل شي، زما په خیال داغې به زیان زیات وي. نگرانی اسلام آباد در حال افزایش یافته است که در این اواخر تحریک طالبان پاکستان در چندین شهر پاکستان حمله های انفجاری انجام دادند. شرکت توسعه ملی میگوید که مسیر کانال قشت پرا تغییر خواهد داد. حبیب الرحمن قویاش گزارش می‌دهد.
شرکت توسعه ملی میگوید که کار ساخت ساز سربند کانال قشتیپه و جریان کندنکاری مسیر این کانال در 120 نقطه به شدت جریان دارد و نزدیک به 5900 تن به گونه همزمان در این پروژه سرگرم کار هستند. مسئول کانال قشتیپه در ولایت بلخ میگوید که برای جلوگیری از ویران شدن بخش ها و آبادات تاریخی مسیر کانال قشتیپه را تغییر خواهند داد. ساحات که در مسیر حفر کانال و ساحات باستانی ما برخورد میکنیم طبعا که حفظ آبادات تاریخی جزء فرهنگ و هویت ماست و ما نهایت کوشش خود میکنیم که هیچ آسیبی به ساحات باستانی ما نرسد. شرکت توسعه ملی هزینه تغییر مسیر این کانال را 3 میلیون افغانی برآورد کرده است. مسئولان محلی پروژه کانال قشتیپه در ولایت بلخ می گویند که کار کندنکاری کانال به شمول ساخت ساز سربند کانال قشتیپه تا 6 ماه آینده به پایان خواهد رسید. ساحه آبگیر سربند پروژه و در دوم پلای بزرگ که در مسیر سرک حیرتان بلخ هم بر سرک اسفالت مد نظر گرفته شده یک پل و هم بر خط آهن. با این حال شماری از باشندگان ولایت جوزجان ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های کاری کانال قشتیپه میگویند که با عبور این کانال از ولایت جوزجان کشاورزی در این ولایت رشد خواهد کرد و اقتصاد محلی نیز بهبود خواهد یافت. اگر این کانال قشتیپه از مسیر جوزجان عبور بکنه این خیلی بر مردم، بر اقتصاد مردم، بر زراعت مردم خیلی فایده داره. از یک سو جلوی بیکاری را میگیره و از سوی دیگه زراعت و مالداری طبعا وقتی که زراعت پیش بره و مردم سایه آب و سایه و زمین شوه زراعت به اصطلاح رشد میکنه. کانال قشتیپه دم جوزجان بیایه مشکلات مردم حل میشه. کانال قشتیپه یکی از پروژه های بزرگ کشور است که با بهره برداری آن افغانستان از رهگذر تولید گندم و غلجات به خود بسندگی نزدیک خواهد شد. به ادامه خبر 6 باز هم خوش آمدید. قرارداد برق وارداتی ازبکستان به افغانستان تمدید شد. سرپرست وزارت انرژی و آب در سفرش به ازبکستان علت پرچاوی‌های برق را در کابل و شماری از ولایت‌ها برخواسته از مشکلات فنی در نیروگاه‌های برق ازبکستان می‌گوید و می‌افزاید که در این سفر قرارداد واردات برق با مقام‌های این کشور در سال 2023 میلادی تمدید شده است. 2023م کال دپاره قرارداد موږ دلته تمدید کولی لا الحمد هغه مذاکرات وسو وس هغه امضا سو. آقای منصور از شهروندان کشور می خواهد که در مصرف برق صرفه جویی کنند. به جای بلفونه لگول یا بخاری لگول دا هم په یغه باندې بوج راولی نو په دې اساس باندې په مصرف کې سپما وشي. با این حال در هفته های اخیر کابل و شماری از ولایت های کشور گواه افزایش پرچاوی برق بود. شماری از باشندگان کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند و از حکومت سرپرست می خواهند که برای تأمین برق دوامدار تلاش کند. در این اواخر پرچاوی بسیار زیاد شده. ما در خیرخانه شهر کابل زندگی می کنیم. در 24 ساعت ما یک ساعت یا دو ساعت ما برق داریم. هر چی زودتر مشکل برق حل بکنن تا هم در قسمت کاربار خوب باشه و همچنان مشکلاتی که ما با او روبرو هستیم حل شبه. ازبکستان در زمستان 450 مگاوات برق در اختیار افغانستان قرار می دهد. بر بنیاد آمارهای شرکت برشنا، قرارداد برق وارداتی ازبکستان در سال 2022 میلادی 2 میلیارد کیلووات برق در بدل 100 میلیون دلار بوده است. این بود خبرهای این ساعت. از همراهتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.